از کشور جمهوری اسلامی ایران مثبت 98 91 16 4 شماره آخر 56 32 سوال ایناییه که درباره ایرس هست گفته که پدریم با کاکایم زمینی را شریکی داشته و بعد از مرگ پدریم کاکایم ادعا میکنه که از او زمینی که باقی مانده هیچی به شما نمیرسه یعنی به برادر زاده خود میگه که او زمینی که بین ما و از ما و پدرت شریکی بود دیگه بعد از مرگ پدرت دیگه همش مال ما شده و به شما هیچ چیزی نمیرسه سوال اینا ایه که آیا این ادعای ای کاکایم صحیح است یا نادرسته وقتی شخصی از دنیا میره بله اموال از انسان باقی میمانه گاهی اوقات ای اموال صرفاً مال خود شخص است یعنی هیچ کس با این شریک نیست خوی که تکلیفش مشخص است که به ارث میرسه به فرزندانش دختر پسر هر کسی که هست به ارث میرسه درست. ولی یک فرض که می فرض است که میگن شریک بوده درست در اینجا هم این رقم نیست که طرف وقتی از دنیا رفت سهم شریکیش از بین بره سهم شریکیش از بین نمیره مثلا اگر همین شخص با برادر خود نصف نصف شریک بوده سهیست. خوب وقتی که از دنیا میره خوی نصف مال از شخص است که از دنیا رفته با. اون نصف دیگه مالی مال برادرش است بنابراین دمی نصف باقی ای که سهم امی شخصیه که فعلا چی رفته از دنیا رفته بله یعنی دقیقا او زمان پدر شریک بوده با امو بله حال کی شریک میشه امو کسی می، ارس... میراث خورایش میراث خورایش ای گپ بسیار گپی خارج از عرف فقه اسلامی حتی نه تنها فقه شیعه بلده، فقه اسلامی است که شخصی در یک جایی با یک کس شریک بوده باشه بلده. بعد از مردن فرزندانش از او چیزی که به شریکی بوده اینا ارث نبره نه یک کاملا حرفی است که از روی بحث نبوده خلاف شرع خلاف, خلاف فقه اسلامی و خلاف عقل نه قطعا با امو اینا چی میشن شریک میشن بله اینا میتونن مصالحه کنن بگن از امو پول بگیرن یا از تایز. کاکا پیسه رو بگیرن بی بین خودشان تقسیم کنن بگن این مال مال شماه ولی گورا رقم نمیشه که اینا هیچ کدومش ذو حق نداشته باشه, باشه. حق دارن میتونن به عمو ببخشن میتونن سودا کنن میتونن خدمت با یک ماشین یک موتری مثلا چی کنن در واقع در اون سهمی که بین این دو برادر بوده او برادری که فوت کرده صاحب او سهم همون میراث خوراش دوشتر. دوشتر. که اینجا باز ممکنه بعضیا تصور کنند که خب آیا این برادر با وجودی ای که مثلا برادر زاده های باشن میتونه مثلا برادر رو محروم کنه یا مثلا میراث خور تنها میراثخوار او شوه یا در کنار مثلا او میراثخوار اما هم میتونه باشه همین سواله بسیار سوال خوبی است اینجا درود به شما ما در, در شما. ارس بلی بلی. طبقات ارث داریم خب طبقات ارث وقتی انسان از دنیا میره سه طبقه هست که از انسان چی میبره ارث میبره علاوه بر زن و شوهر یعنی زن اگر مرد بمیره زن باشه یا اگر زن بمیرد هست؟ در همه یعنی زن و شوهر در تمام طبقات چی داره؟ صحه مشخص داره. طبقه اول است که انسان وقتی از دنیا میره فرزند داشته باشه و پدر و مادر داشته باشه. فرزند و پدر و مادر یعنی با بودن فرزند انسان با بودن پدر و مادر به طبقه دوم که طبقه داشت. دوم برادران هست و اجداد انسان هسته به اینا ارث نمیرسه. نمیرسه پس با بودن فرزند نوبت به برادر که اموی از این فرزنده اصلا چیه نمیرسه پس, پس با توجه به آنچه که شما فرمودید اصلا ای امو یا در واقع ای برادری که برادر با برادر خودش شریک بوده و شریکش فوت کرده اصلا هیچ میراث خارش حساب نمیشه تا اینکه چی برسه که این میراث اصلی را که طبقه اول باشه اونها را محروم, محروم, محروم کنه متاسفانه این مساله در افغانستان یا کشور ما دیده میشه از زورگویی های هست بله. امو کاکا اگه زورگو هست ممکنه برادر زاده ها را محروم کنه یا مثلا چی برسه در برا درباره مثلا خانم ها چقدر اینجا احسن. بی عدالتی های درد درد میشه شو. برادر حق خواهر نمیده یا مثلا فسن... در همین فرض در همین فرض مثلا شما تصور کنید که شخصی که از دنیا رفته یک دختر داره صحیح رگ غیرت گردنش بالا میزنه میگه چطور با بودن ما زمین برادر ما دارایی برادر ما برسه به برادر زاده که از اون طرف برسه به داماد در بله بل بل. این متاسفانه مسائل کشور ما و در جوامع سنتی عربا هست هست دل.